12 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم، جریان کارهای آبادانی و سازندگی، افتتاح یک قطار انشاءات مهم، صحبت و ملاقات با ساکنان و اشتراک در تنتنه‌های ایدانه بخشیده به 33 سالگرد استقلالیت دولتی به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آوردند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان از ناحیه روشان آغاز گردید. مرحبا ای پیشوا، بر ملک روشان مرحبا. تاج سر، گرمی قلب و نور چشمان مرحبا. سرفراز و شادمانیم از قدوم نیکتان. مایه ناموس و فخر و شهرت و شان مرحبا. گل چهره شد بهار زنوری جمالتان، آبادی یافت میهن ما از کمالتان. هستید استوار و تخت و مقام خیش، در دهر بی نظیر مقام و جلالتان. هر جا که آید چهره کشان نزد خلق خیش، هر یک دل شکفته به حسن و جمالتان. جمله از میر و صدق تمنا کنید مدام، شاگون نیک باد همه ماه و سالتان. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. در فرودگاه موقتی ناحیه روشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، دیگر شخصان رسمی و ساکنان سربلند و مهمان نواز ناحیه روشان با صمیمیت خاصه، روحیه ایدانه و مهری بی اندازه استقبال گرفتند. برای استقبال مهمان عالی قدر، اهل صنعت و هنر برنامه رنگین و فرهنگی را در سطح بلند پیشنهاد نمودند. شاها بقال عمر تو بادا، هزار سال اقبال در پناه تو بادا، هزار سال سالت هزار ما و ما هزار روزت هزار ساحت و ساحت هزار السلام پیشوایی تاجیکان خوش آمدی، السلام سروری عالی نشان خوش آمدی، نور چشم روشان محنت زند فواره در کار زار روشان با پیش
دولت رشدون و نموده زه با دیار روشان رشدون و نموده زه با دیار روشان دستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی از خشت جسم و جانت کردن دلهای ملت کم سروره به حالم با چاره ای فراهم از انتهای ملت جست ابتدای ملت در جان و دل گرفتی از سلح درد ملت گشتی طبیب ملت نزدی شما برای خدمت آمدیم و ترامان دوست باشتن مونده کارو هر یک گوشه دردست کوهستان کشوری ما کشوری کوهستانی است ما باید بنیاد کنیم و آباد کنیم مشکلی های مردم ما را باید آسان کنیم سبو کنیم خوشبخت باشید خوشبخت باشید ترامان باشید در نوحه روشن برای در سطح بلند استقبال گرفتنی جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای زیادی آبادانی عملی گردیده روند سازندگی ها وسط تازه کسب میکند. امروز سیمای نوحه با قمد افروختن انشاءات بناهای معاصر کلن تغییر یافته است و قدومی فایزبار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با وسط کارهای آبادانی زمینه بیشتر میگذارد.